مناظره مرغ با صیاد در ترحب و در معنی ترحبی که مصطفی علیه السلام نهی کرد از آن امت خود را که لا رهبانی فی الاسلام. مرغ گفتش خواجه در خلوت مهیست، دین احمد را ترحب نیک نیست، از ترحب نهی کرد از آن رسول، بدعتی چون در گرفتی ای فضول. جمعه شرط است و جماعت در نماز، امر معروف و ز منکر احتراز، رنج بدخویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر. خیر ناسان ینفع و ناس ای پدر، گرنه سنگی چه حریفی با مدر. در میان امت مرحوم باش، سنت احمد مهل محکوم باش. گفت عقل هر کرا نبود رسوخ، پیش عاقل او چو سنگ است و کلوخ. چون حمار است آن که نانش امنیت است، صحبت او عین رهبانیت است. زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آت بعدهین فهو و آت. حکم او هم حکم قبله او بود، مردش خان چون که مرده جو بود. هر که با این قوم باشد راهب است، که کلوخ و سنگ او را صاحب است. خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد، زین کلوخان صد هزار آفت رسد. زین کلوخان صد هزار آفت رسد. گفت مرغش پس جهاد آنگه بود، که این چنین رهزن میان ره بود. از برای حفظ و یاری و نبرد، بر ره ناامن آید شیر مرد. ارق مردی آنگهی پیدا شود، که مسافر همره اعدا شود. چون نبی سیف بود از آن رسول، امت او صفدرانند و فهول. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی قار و کوه. گفت آری گر بود یاری و زور، تا به قوت برزند بر شر و شور. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایتاق آسان بجه. گفت صدق دل بباید کار را، ورنه یاران کم نیاید یار را. یار شو تا یار بینی بی عدد، زان که بی یاران بمانی بی مدد. دیو گرگ است و تو هم چون یوسفی، دامن یعقوب مگذار ای صفی. گرگ اغلب آنگهی گیرا بود، که از رمه شیشک به خود تنها رود. آنکه سنت یا جماعت ترک کرد، در چنین مسبع نخون خیش خرد. هست سنت ره جماعت چون رفیق، بی ره و بی یار افتی در مزیق. همرهی نکو بود خصم خرد، فرصتی جوید که جامعی تو برد. می رود با تو که یابد عقبه‌ای، که توانت کردت آنجا نهبه‌ای. یا بود اشتردلی چون دید ترس، گوید و بحر رجوع از راه درس. یار را ترسان کند زشتردلی، این چنین همره عدو دان نولی. راه جانبازیس و در هر غیشهی، آفتی در دفع هر جان شیشهی. راه دین زانرو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است.
در ره این ترس امتحانهای نفوس، همچو پرویزن به تمییز سبوس. راه چبود پرنشان پایها، یار چبود نردبان رایها. گیرم آن گرگت نیابد زهدیات، بیز جمعیت نیابی آن نشاط. آنکه تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او ستو شود. با قلیزی خرز یاران ای فقیر، در نشاط آوید شود قوت پذیر. هر خری که از کاروان تنها رود، برویان راه از تعب صد تو شود. چند سیخ و چند چوب افزون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد. مرتو را میگوید آن خر خوش شنو، گر نهی خر همچنین تنها مرو. آن که تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بی گمان خوشتر رود. هر نبیی اندر این راه درست، معجزه بنمود و همراهان بجست. گر نباشد یاری دیوارها، کی براید خانه و انبارها. هر یکی دیوار اگر باشد جدا، سخت چون باشد معلق در هوا. گر نباشد یاری حبر و قلم، کی فتد بر روی کاغذها رقم. این حسیری که کسی می گسترد، گر نپیوندد به هم بادش برد. حق ز هر جنسی چو زوجه نافرید، پس نتایج چو ز جمعیت پدید. او بگفت و او بگفت از احتزاز، بحثشان شد اندرین معنی دراز. مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. بعد از آن گفتش که گندم آن کیست؟ گفت امانت از یتیم بیوسیست. مال ایتام است امانت پیش من، زان که پندارن ما را مؤتمن. گفت من مسترم و مجروح حال، هست مردار این زمان بر من حلال. هین به دستوری از این گندم خورم، ای امین و پارسا و محترم. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور خوری باری زمان آن بده. مرغ پس در خود فرو رفت آن زمان، توسنش سر به سود از جذب انان. چون بخورد آن گندم اندر فخ بماند، چند او یاسین و الانعام خواند. بعد در ماندن چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دود سیاه. آن زمان که هرس جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. کان زمان پیش از خرابی بصره است، بوک بصره وابرهد همزان شکست. ابکلی یا بابکی یا ساکلی، قبل حدم البصره و الموصلی. نه علا قبل موتی وقت فر، لا تنهلی بعد موتی وستبر. ابکلی قبل صبوری فی النوا، بعد طوفان و نوا خل البکا. آن زمان که دیو می شد راه زن، آن زمان بایست یاسین خواندن. پیش از آن که اشکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان.